خانم کیمیایی، وقت شما بخیر. در آغاز پنجمین ماه از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی هستیم. ارزیابی شما چیه از اون چیزی که در کشور داره میگذره؟ سلام بر شما و همه هموطنان عزیزمون. 4 ماه از انقلاب مردم ایران گذشته و همه ما در تمام این روزها داریم میگیم که خب هیچ چیزی به عقب بر نمیگرده. مردم ایران دیگه در مورد کوچکترین شؤون زندگیشون که سرکوب جمهوری اسلامی بر اون سایه افکنده حساسیت نشون میدن و در مقابل اون اعتراض میکنن. من الان 1.5 ماه که از ایران خارج شدم، ولی همون لحظات و همون دوره‌ای که در ایران بودم، اون سرکوب جمهوری اسلامی، اون تنشی که بین مردم در خیابون‌ها جریان داره، واقعا به شکل شدیدی احساس میشه. این تنشی که بین مردم هست در مورد گرونی، در مورد این وضعیتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرد، از یه طرف گشت ارشاد، از یه طرف دیگه به هر حال کرامت انسانی آدم‌ها در ایران اینقدر مورد هجوم جمهوری اسلامی قرار گرفته که آدم‌ها دیگه نمی‌خوان زیر این سرکوب له بشن و حالا کوچکترین وجوه سرکوب رو در بهش اعتراض میکنن. حالا شعارهای شبانه یک بخشی از این وجوه اعتراضی هست. مردم از طرفی خوشحال هم هستن به خاطر اینکه ما همین امروز و فردا میبینیم که به هر حال این اعتراضاتشون نتیجه داده و سپاه که به هر حال بازوی اصلی سرکوب در جمهوری اسلامی هستش، داره به عنوان گروه تروریستی شناخته میشه و جمهوری اسلامی روز به روز منزوی تر میشه و خب مردم به این نتیجه میخوان برسن که جمهوری اسلامی از ایران بره، چون واقعا نمیتونن دیگه نفس بکشن. اشکال مبارزه و مقاومت در برابر شرایط سیاسی هم در این مدت متنوع شده. حالا شما 1.5 ماه اومدیم بیرون، حتما بیشتر در جریان هستین، از دیوار نویسی تا حتی پخت و پخش غذا و نظری به یاد اعدام شده ها. البته خب ادامه اعتراض در رسانه‌های اجتماعی رو هم داریم، شعارهای شبانه رو هم داریم. بیشتر درباره این وضع و رویکرد معترضان و این تنوعش از شما میخوام بشنوم. درسته، البته من 1.5 سال هستش که از ایران خارج. بله. دقیقا همینطوری هستش. بعد از اعدام هایی که جمهوری اسلامی انجام داد، ما این خشم مردم رو میبینیم که خیلی بیشتر شده و دل همه سوخته واقعا به خاطر این ظلم عمیقی که جمهوری اسلامی داره به مردم میکنه. میرن سر خاک جانباخته ها، میرن اونجا عکس میگیرن، فیلم میگیرن، تو خیابون که هست و با هم دیگه متحد میشن، صحبت میکنن و از همه طرف این همبستگی رو بین خودشون ایجاد میکنن تا اینکه یک صدای واحد بشن و جمهوری بزنن توی دهن جمهوری اسلامی. یعنی مردم از صبح که بیدار میشن، این نادیده گرفتن کرامت انسانیشون رو و این ظلم رو احساس میکنن تا موقعی که شب میخوان بیان بخوابن، که اگر خوابیان به چششون بیاد. ما همین الان میبینیم که در این سرمایه هوا جمهوری اسلامی گازی رو که ایران بزرگترین منبع و ثروتش هستش رو نمیتونه به مردم بده. از طرف دیگه میوه گرونه، گوشت گرونه، واقعا مردم دیگه اصلا یه جوری نمیتونن نفس بکشن و واقعا نمیدونن چی کار بکنن. فقط جمهوری اسلامی باید بره.